بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على اشرف الانبیاء و المرسلین ابی القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء. إن استصعبت عليه نفسه فيما تكره لم يؤتها سؤلها فيما تحب قرة عينه فيما لا يزول وزهادته فيما لا يبقى. در ادامه بحث از صفات متقین و پرهیزکاران به سه قسمت دیگر میرسیم. اول این است که پرهیزکاران کسانی هستند که اگر نفس اونها در انجام اطاعت سرکشی کند، آنها نفس خویش را مجازات می کنند و آنچه محبوب نفس است در اختیارش نمی گذارند. و دوم این است که نور چشمان اونها در سرای باقی است و سوم در باری سرای فانی آنها زاهدند و بی‌اعتنا. در اینجا باید یه مقدمه کوتاهی قبلا عرض کنم و این است که علمای اخلاق و بزرگان اهل عرفان راستین انسانها را تشبیه به مسافرانی کردن که اینها به سوی خداوند در حرکت هم. یعنی از نقطه عدم شروع کرده و به سوی بی‌نهایت دارن پیش می روند. عدم و نیستی معلوم است، بی‌نهایت هم وجود بی پایان خدا. و به همین تعبیر و به همین دلیل تعبیر به سیر و سلوک می کنند. منظور از سیر و سلوک پیمودن این مسیر است که از صفر شروع می شود و به سوی قرب خدا و وجود بی نهایت پروردگار پیش میره. تعبیر به سیر و سلوک میکنن و ظاهرا بین کلمه سیر و سلوک هم یه تفاوتی هست. سیر به معنی حرکت کردن بدون موانع، ولی سلوک ظاهرا توش یه مانعی افتاده، یعنی نفوذ کردن در موانع. یعنی اونها پیش می روند و هر کجا به مانعی برخورد کردن، موانع را هم در مسیر رسیدن به قرب خدا از پیش روی خودشون بر می دارند. البته این سیر سلوک و پیمودن این مسیر طولانی و حرکت به سوی خداوند و رسیدن به مقامات عارفین دو گونه. یه گونه از آن این است که در ذوق و پرتو کتاب و سنت، یعنی طبق مسئولاتی که قرآن و پیغمبر اکرم و ائمه هدا دادن، در این مسیر حرکت میکنه، سیر و سلوک مشروع. اما سیر و سلوک هایی هم داریم که منهای کتاب و سنت است و آمیخته است با بدعت ها و باید کاملا مواظب اونها باشد،
انسان در دام دکاندارهایی که به نام سیر و سلوک دامه های پهن کردن و دلهای مشتاقان رو فریب می دهن و به طرق انحرافی می کشانن، باید مواظب اونها هم بود. پیمودن این راه باید در پرتو کتاب و سنت و راهنمایی پیشوایان دین باشه. و برای این مسیر منزلگاه های هم بیان شده. سابقا وقتی میخواستن سفر کنن از نقطهی به نقطهی دیگر، هر چهار فرسخی هشت فرسخی به تفاوت که میرفتن یه منزلگاهی بوده و در اونجا شب رو استراحت میکردن، اونجا رو منزلگاه میگفتن، مقام میگفتن، جایگاه اقامت میگفتن. و این مسیر الالله هم مقطعهایی دارد که از اینها تعبیر به مقامات العارفین می کنند، منزلگاه های وسط راه برای سلوک الالله. و این مقامات عارفین خیلی زیاده و چهار مقامشون هم امروز به عنوان اشاره و مقدمه بحثمون اشاره می کنم. مقام اول مقام مشارکه است، مشارکه. مقام دوم مراقبه است. مقام سوم محاسبه و مقام چهارم معاقبه. این چهار جمله رو، چهار کلمه رو تفسیر کنیم. و اما مشارکه یعنی قرارداد گذاشتن و شرط بندی کردن. کسانی که به سوی خدا در این مسیر طولانی در حرکتن، با نفس خودشون شرط می کنن. صبح که می شود نصیحت به خیشتن می کنن، واعظ خیشتنن، اندرز می دهن و به خودشون عهد و پیمان می بندن و شرط میکنن که در مسیر اطاعت خدا گام بردارن و گرفتار هوای نفس و وسوسه های شیطان نشوند. به خیشتن خطاب میکنن: ای نفس بیدار باش، آغاز روز است، آلوده دروغ، غیبت، تهمت، گناه، غفلت، بیخبری مشو، مراقب خدا باش، خدا ناظر و حاضر است. با خودشون مشارکه میکنن، شرط میکنن، یعنی اندرس های مقدمات. این اولین گام. گام دوم مسئله مراقبه، یعنی نظارت. دائما در خویشتن نظارت دارن. اگر از مسیر حق و عدالت میخوان منحرف بشون، به واسطه این نظارتی که دارن جلو این انحراف رو میگیرن. بنابراین مرحله دوم مرحله مراقبه است بعد از مشارکه. و اما مرحله سوم مرحله محاسبه است. در پایان روز، در موقع خواب شب، یا نه پایان هر هفته، پایان هر ماه، پایان هر سال، در مقاطع مختلف می نشینند و حساب می کنند، محاسبه می کنند. و چه بهتر این که انسان همه روز حساب خویشتن رو برسد و محاسبه کنید. مردم برای کسب و کار عادی، برای یه سرمایه فانی زودگذر و ناپایدار دفتر روزانه دارن، دفتر کل دارن، دفترداری دوبل دارن، منشی دارن، تشکیلات دارن، خیلی جاها ثبت میکنن، ضبط میکنن، دفتر انبار دارن، دفتر آندیکاتور دارن، دفترهای زیادی دارن برای همین کسب و کار معمولی. آیا برای این برنامه بزرگ سعادت انسان نباید حساب کتابی داشته باشد
و محاسبه ای بعد از مراقبه و مشارکه داشته باشد. در اینجا دو سه حدیث است من یادداشت کردم، مدرک اینها مرجعیت البیضا همون جلد هشتم در بحث محاسبه نقل میکنه، بعضی هاش در کتاب اصول کافی هم در کتاب کافی هم نقل شده. حدیث اول از امام هفتم امام کاظم علیه السلام: لیس منا من لم یحاسب نفسه کل یوم. کسانی که همه روز حساب خودشونو نرسن از ما نیستن، از شیعان ما محسوب نمی شوند. آیا ما به این دستور چند از عمل کردیم و دم از تشیع می داریم؟ بعد در ادامه این حدیث فرمود: فإن عمل حسنا استزاد الله تعالی. اگر کار نیکی انجام داده از خدا تقاضا می کند خدایا توفیق بده من بیشتر از این کارهای خوبی که امروز انجام دادم انجام بدم، حمایت مظلومی کردم، دفع ظلم ظالمی کردم، اعانت ملهوفی کردم، قضای حاجت مؤمنی کردم، زیر بار افتادهی گرفتم، بار افتادهی را از زمین برداشتم، به درد دردمندی رسیدم، مصیبت زده ای را تسلی گفتم، عیادت مریضی کردم، برای حل کار مشکل عمومی مسلمانان گامی برداشتم. اگر همچین توفیقی پیدا کرده استزاد الله، یعنی میگه خدایا توفیق افزون بده من بتوانم بیشتر بهتر. و این عمل سیئن استغفر الله منه و تاب الی. اگر سیئاتی هم انجام داده استغفار میکنه، توبه میکنه، به سوی خدا بر میگرد. حدیث دیگر در محجت البیضا مرحوم فیض کاشانی میگه: ان بعض الائمه. سند حدیث به بعضی از ائمه میرسه، نام نمیبره. حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا و زنوا اعمالکم به میزان الحیاء قبل ان توزن. حساب خودتون رو برسید قبل از آنی که در قیامت در اون دادگاه بزرگ به حساب شما برسن، و خودتون وزن و مقدار سنجش خودتون رو بیان کنید و با ترازوی حیا بسنجید وزن اعمالتون رو قبل از آنی که اعمال شما رو وزن میکنن. و حدیث سومی هم داریم که در خبری آمده: یم بغیل العاقل ان یکون لهو اربع ساعات. آدم عاقل باید چهار ساعت در روز داشته باشه. ان یکون للعاقل اربع ساعات، یه ساعت برای مرمت معاش، دنبال تلاش زندگی بودن. مسلمان نباید سربار جامعه باشه، مسلمان نباید دست احتیاط به سوی بیگانگان و دشمنان اسلام دراز کنه، مسلمان باید خودکفا باشه، عزیز باشه، آبرومند باشه. العزت لله و لرسوله و للمؤمنین. عزت مال خداست، مال پیغمبره، مال اهل ایمانه. خدا ذلت نمیپسندد به مؤمنان. درختن دنبال تلاش زندگی سبب ذلت. پس ساعتی برای مرمت معاش، ساعتی برای عبادتها و انجام وظایف الهی، ساعتی هم برای تفریحات سالم،
و این ساعت کمک میکنه به اون دو ساعت آرامشی به اعصاب انسان میدهد. اسلام با تفریح سالم نه تنها مخالف نیست بلکه مدافع طرفداره. در بعضی از روایات همین سه ساعت ذکر شده، اما این حدیثی که خوندم ساعت چهارم هم داره و ساعت دیگر ساعتون یا حاسب و نحسر ساعت چهارمی هم هست که حساب خودشو برسد. من امروز چه کردم؟ آیا به برنامه و وظایف ساعت سگانه عمل شد؟ نشد؟ محصول کار من در این روزی که گذشت چه بود؟ این مقام محاسبه است. پس مشارطه و مراقبه و محاسبه، ما باید بدونیم حساب در این آدم خیلی دقیقه. در این ساختمان وجود انسان یه موادی هست اندازه یه سر سوزن، یعنی وزن اون توک سوزن سنجاب کم و زیاد اون مواد بشود سلامت انسان به خطر میاد. خدایی که آفریننده این بدنه و با این محاسبه بدن رو آفریده و از آن عجیبتر و دقیقتر این اتم به این کوچکی که 1,000,000 اتم سر یه سنجاب جا میگیرد، این اتم به این کوچکی دارای الکترون های از هر کدامش مدار دارن، چون مدارشون دقیقا حرکت میکنن، به هم تصادف نمیکنن، چون وضعی به اون کوچکی چطور میشه یه موجودی با این سرعت حرکت کنی در مدارات مختلف؟ خدایی که حسابگر اون تشکیلاته همان خدا حسابگر یوم القیامه. اما قرآن مجید چی میگه؟ میگه این کانم افقاده حبت من خردل اتینا به ها و کفا به لا حاسبی. اگر به اندازه سنگینی دانه خردل، دانه خردل از کوچکترین دانه هاست ضرب المثل، از این کوچکتر هم باشد، فرمود اگر عملی اما از نیک و بد به اندازه دانه خردل، خردل به اندازه مثقال ذره اگر باشه اتای نابه ها میاریمش روز قیامت توی حساب. و کفا بنا حاسب، همین اندازه که ما حاسب هستیم و حساب داریم کافی است، چیزی از دست نخواهد رفت. وقتی حسابی با این دقیقی در انتظار من هست، من نباید یه مختصر حساب در خیش باشم. مجرم. و اما مقام چهارم، مقام معاقبه. معاقبه یعنی مجازات. من محاسبه کردم، دیدم نه خلاف کردم، در حساب خودم رسیدم به اینکه مقصرم، باید مجازات بشم. صادقین الله و کسانی که در مقامات عرفان و سیر سلوک شرعی قدم برمی‌دارن راه به جایی می‌رسن خودشون رو مجازات می‌کنن، معاقبه عقاب می‌کنن. و این معاقبه همان است که در بحث امروز ما در این خطبه نهج البلاغه در باره صفات متقین آمده است و بزرگان اخلاق هم در کتاب‌هاشون مثال هم برشون زدن. من مثال‌هایم الان خدمت شما عزیزان عرض می‌کنم. در اینجا مولا می‌فرماید ان استصعبت علیه نفسه فی ما تکره لم یؤتا سؤلها فی ما تحب. اگر نفس او سرکشی کرد و در انجام اطاعات و وظائفی که بر عهده اوست کوتاهی کرد، مجازات میکنه این نفس را و محبوب او را از او میگیرد. مثال عرض کنم، کسی آلوده ماده حرام شد،
پول رشوه، ربا، کم‌فروشی، دزدی، تقلب، از مسیرهای حرام پولی به دست آورد و خورد و بعد محاسبه نفس کرد و فهمید اشتباه کرده، باید مجازات هم بکنه. علاوه بر این که مال حرام و به صاحبش مدیونه باید بده، محاسبه هم باید بکنه، باید معاقبه هم بکنه. چی میکنه؟ نیچای این ایشونوشی که با مال حرام کرده روزه میگه، خود را گرفتار گرسنگی میکنه، محبوب نفس را از نفس میگیرد تا نفس سرکش را مجازات کرده باشه. انسان آنی غافل از خویشتن بشود حساب از دست در میره، باید مراقب باشه. یا مثلا یه مسلمان با ایمانی آمد نزد او به عنوان اینکه این یه کارگر ساده معمولی هست و من هم یه شخصیتی هستم، اعتنا به حرفش نکردم، تکبر برد. باید در مقابل این تکبری که در مقابل یه مسلمان با ایمان انجام دادم خویشتن رو مجازات کنم. چی کنم؟ یک کاری میکنم که نفس من از این کبر و غرور بیفته. مثلا میبینم یه برادر مسلمانی هست، دوست چمدان دستش گرفته، میخواد ببرد برای منزلش، کمکی نداره، من جلو چشم همه این چمدان رو برمیدارم، مثل یه کارگر همراه این راه بود. من که حاضر نبودم با این اون سخن بگم، از کبر و غرور نفس خویشتن رو مجازات میکنم، این چمدان رو در انظار عموم مثل یه کارگر برمیدارم در خانه میذارم. این استصعب نفسه فیما تکره، این استصعب نفسه فیما تکره لم یؤتها سؤلها فیما تهی. در اینجا یه مثال معروف تاریخی هست، شاید کمابی شنیده باشید، ولی دلم میخواد یه تحلیلی روی این مثال تاریخی بکنیم. مرحوم علامه مجلسی در بهار الانوار در شرح حالات موسی بن جعفر سلام الله علیه در باره یکی از یاران معروفش که در درگاه در درباره هارون الرشید طاقوت وقت هم بود، علی بن یقین، در باره او یه داستانی قریبه به این نقل میکنیم. علی ابن یقین وزیر هارون بود، اما یه مدافع بود برای مظلومان و ستمدیدگان و شیعیان، یه عنصری بود به عنوان نماینده موسی بن جعفر در اونجا کار میکرد. یه وقت علی ابن یقین میگه من در بغداد بودم و گفتن ابراهیم جمال ساربان اجازه ملاقات میخواد. من گفتم من وزیر مقتدر نیرومند با شخصیت، با ساربان جمال مرا چگار؟ از حسابی داره ببینید چی هست، من منتقل کنید. اجازه ملاقات به اون ندادم. ساربانی کسب و کار ساده، شترچرانی، اما قلبش مملو و از نور ایمان و ولایت هست. این داستان گذشت، من برای زیارت خانه خدا آمدم مکه. معمولا شیعیان می رفتن به زیارت خانه خدا، بعد می رفتن ملاقات معصومین، برای اینکه در ایام سال مشکل بود، ولی در ایام حج قید و بندها برداشته می شد. یه آزادی عجیبی حتی در زمان تقیه برای شیعیان و دوستان اهل بیت در ایام حج پیدا می شود، و یکی از فلسفه های حج هم اصلا همین آزادی نقل و انتقال اخبار اصلی جامعه اسلام و اخبار ائمه اهل بیت. به هر صورت آمدم خدمت موسی بن جعفر، در خانه آمدم، خدمتکار آمد، گفتم بگو علی ابن یقین، خیلی هم از خودم راضی.
برگشت که آقا اجازه ملاقات به تو نمیدم. تعجب کردم از دوستان خاص، من چه خطایی کردم، چه گناهی کردم که مولای من، سید و آقای من، منو از دیدار خود محروم کرده و اجازه شرفیابی رو به من نمیده. آدمی باشه اهل دنیا میگه موسی بن جعفر چه نقشی در این جامعه داره، من وزیرم، ما میخواستیم ملاقات کنیم، آقا اجازه نداد، خدا حافظ، شما نمیخوایی، ما هم نمیخوایی. ولی چی نبود، گفت من باید در این خانه بیستم تا آقا بیاد بیرون، برم خودم بیندازم رو دست و پایش، ببینم گناه من چه بود. اونقدر در میزنم این خانه را تا ببینم روی صاحب خانه را. گفت پیغمبر که گر کوبی دری عاقبت زان در برون آید شد. من در این خانه میستم تا به مقصودم برسم، یک روز اونجا ما. فردا موسی بن جعفر سلام الله علیه برای انجام مقصدی از در خانه بیرون آمده بودم، علی بن یقین خود روی دست و پای موسی بن جعفر انداخت، عرض کرد آقا جان من چه خطایی کردم، به من بگی توبه کنم. فرمود علی بن یقین ابراهیم سارمان آمد به ملاقات تو، مرد با ایمانی، قلبش به نور ایمان و ولایت روشنه، تو اجازه ملاقات نداد. من هم به تو اجازه ملاقات نخواهم داد. از این نادرتر بگم، حجی هم که امسال به جاوردی از تو قبول نخواهد شد مگر این که ابراهیم سارمان از تو راضی بشه. علی ابن یقین فهمید اشتباه میکرد، عرض کرد آجان من چه کنم. فرمود برو ابراهیم رو ببین چی میره حل مشکل دست بود. وسیله سریع و سیلی در اختیارش گذاشتند و آمد در خانه ابراهیم. شب از شطور پیاده شد در زد. کیه؟ علی ابن یقین. ابراهیم جمان گفت علی ابن یقین امشب در خانه من چی میکنه؟ گفت در بکشا، تو را به خدا سوگند که مسئله مهمی در پیش هست. در باز گفت ابراهیم مرا ببخش، تو آمدی از من اجازه ملاقات خواستی، من اجازه ندادم، تکبر ورزیدم، خدمت آقا و سیدم موسی بن جعفر رسیدم، به من اجازه ملاقات نداد و فرمود حج امسال تو هم قبول نی مگر ابراهیم راضی بشه. آمدم تو را به حق موسی بن جعفر منو ببخش، من اشتباه کردم. ابراهیم گفت من تو رو بخشیدم. حالا شاهد سخنم اینجاست، اون معاقده این پس عبد نفس و فیما تکره. گفت من باید پیشتن رو مجازات کنم در مقابل این تکبری که ورزیدم. ابراهیم من از توی خواهش دارم، من صورتم رو میذارم به روی خاک، تو با حال صورت من. ابراهیم گفت مگر همچین چیزی ممکنه؟ گفت تو را به حق موسی بن جعفر خواهش من انجام. صورت روی خاک میگذاره، آهسته او پا به روی صورت این میذاره، بر میداره، عرض میکند خدایا ببین اگر تکبر کردم این تواضع رو به جبران اون تکبر انجام داد. این معنی مجازات خویشتن، یه نمونه از تاریخ زنده. آیا من در مقابل خطاهایی که انجام دادم در مقام جبران آمدم نفس خویشتن رو مجازات کنم، به مقام معاقبه رسیدم؟ اگر انسان بخواد این مسیر رو طی کند، این مسیر برنامه داره، باید برنامهش آماده اجرا باشه، آماده انجام باشه. به هر صورت مضمون و محتوای این کلام مولا
امیر مؤمنان علی علیه السلام این است که علاوه بر محاسبه انسان باید معاتبه و مجازات هم در مقابل نفس سرکش داشته باشه. و اما جمله دوم و سوم رو توجه کنید، قبل از آنی که وقتمون پایان پیدا کند به این دو جمله هم برسید. اما جمله دوم فرمود قرت و عینهی فیما لا یزول. معمولا ما در فارسی وقت میگیم قرت و عینی یعنی نور و چشمانه، نور چشمانه من، ولی آیا این کلمه در اصل عربیش معنیش همینه یعنی نور چشمان؟ نه، این در واقع معادل فارسی و مشابه فارسیه، لیلا معنی لغویش این نیست. دقت کنید در معنی لغویش قابل توجهه. این ماده در اصل معنی خنکیه در مقابل حرارت، الحر و القر یا الحر و القر، یعنی چیزی که باعث خنکی چشم یعنی اشک شادی ریختن و چشم به خاطر اون خنک شدن. پس وقتی میگیم فلان کس قرت و عینی یعنی مایه نشاط شادی منه، اشک شادی میریزم، اشکی که خنک است، اشکی که چشمان من رو برودت میدهد در مقابل اشک سوزان قهر. منطقه ما چون در فارسی اینو نداریم قدرت و عینی رو به معنی نور چشمان معنی میکنیم، در حالی که معنی اصلی لغوی برای این واژه این نیست. حالا که این واژه رو فهمیدیم برگردیم به کلام مولا، قدرت و عینی فی ما لا یزول، نور چشمانش، نشاطش، اشک خنک شوقش در سرای جاویدان است و زهادت او فیما یفنا فیما لا یبقا، زهدش هم در سرای ناخواهی داره. در واقع این اشاره به همون جهانبینی اسلامیه. ما معتقدیم دار دنیا دار فان ناخواهی داره، زود گذر است، سرای جاویدان بهشت، مرگ در این چیز به جهان باقی از دیدگاه یک مسلمان باقی. و به همین دلیل هم هست از مرگ نمی ترسد، شهادت نمی ترسد، برای این که آن را در این چیز می داند به سرای جاو. این دنیا را یک پل، یک گذرگاه، پل پیروزی، از دنیا قنطره فعبروها پل است، از پل بگذرید. کسی رو پل اقامت نمی کنید، چادر نمی زنید، خیمه نمی زنید، قصد اقامت نخواهد کرد، بلکه گذرگاه. در جهان‌بینی اسلامی دنیا یک گذرگاه است برای آخرت، بلکه از آیات قرآن استفاده می شود زندگی دنیا شایسته نام زندگی نیست. زندگی است آمیخته با مرگ، زندگی است در واقع مرگ تدریجی. و ان الدار الاخره لحی الحیوان، آیه قریب به این است، سرای آخرت زندگی واقعی است، هر چه غیر از آن است. بلکه وقتی انسان به دنیا یه چنین نگاهی میکنه، معنی این سخن چیه؟ معنی این سخن این است که دنیا در نظر او چیز قابل ملاحظه نیست، متاع با ارزشی نیست. قدرت عین انسان این دنیا و زندگی دنیا و مال دنیا و مقام دنیا نیست، و قررت العین انسان سرای جاودان و سرای باقی.
و راستی هم اگر ما آخرت بعد از دنیا و جهان باقی رو بعد از این جهان فانی قائل نباشیم، اصلا این دنیا نامفهوم میشه. و لذا اصلا علمای مادی موندن که برای زندگی انسان چه هدفی قائل بشه. آیا واقعا هدف از این ساختمان انسان با این تشکیلات، این آسمان، این زمین، این برنامه، هدف این است من چند روزی بیام، غذایی بخورم، آبی بنوشم، لباسی بپوشم، مسکنی داشته باشم؟ آخه این هدف با ارزشی نیست. این همه تشکیلات برای این محاله. افرعیتم النشأت الاولا فلولا تذکروا. ای انسان ها، شما نشأه اولا رو میبینید، چرا متذکر نمیشوید که این دستگاه پشت سر آن دستگاه دیگری اگر نباشد لغو و بیهوده و بی اساس است؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. گمان کردید که شما عبث و بیهوده آفریده شده اید و به سوی ما باز نمیگردید. معنی صدر زیر آیه رو به هم بکستونون چی میشه؟ یعنی اگر سرای جاودان نباشد، زندگی این جهان عبث و بیهوده. نداریم در این عالم چیزی که بتواند هدف آفرینش انسان و این تشکیلات عظیم باشه. باید در پشت این تشکیلات سرای جاودان باشد، آخرتی که به دنیا مفهوم میده. سرای باقی است که به سرای فانی معنی میدهد. اگر اون نباشین مثل الفاظ بدون محتوا و بدون معنی، اون به آن محتوا میدهد و معنی. و لذا مولا مطابق این بیان میفرماید قرة عینه فی ما لا یزول، نور چشمانش باعث شوقش سرایی که زائل نمیشه. و زهادت او فی ما لا یبقا، زهدش هم در باره این سرای نافای دار. در اینجا چند جمله هم در باره معنی زهد صحبت کنم، گرچه بحث بسیار دامنه‌داری دارد، اما چون رسیدیم به واژه زهد، تفسیر مختصر و گویایی هم روی این داشته باشیم. حقیقت زهد اون نیست که در اذهان بسیاری رفته است. معنی زهد یعنی فقیر بودن، یعنی هیچی نداشتن، لباس کرباس پوشیدن، خانه محقری داشتن، فقر. معنی زهد این نیست. زهد به معنی بیگانگی از دنیا نیست، بلکه به معنی وارستگی از دنیا. زهد این نیست که دنیا رو نداشته باشی، مالک دنیا نباشی، بلکه زهد این است که دنیا مالک تو نباشی. اگر من مقام عالی دارم، همه چیز دارم، اما اسیر آن نیستم، امیر آنم. من مملوک مال نیستم، مالک اون هستم. مملوک و بنده و برده مقامم نیستم، بلکه سرور و آقای اون هستم. اسیر نیستم، امیر هستم. اگر چنین باشه من زاهدم. اگر من به اندازه یه پیراهن کرباس بیشتر از مال دنیا ندارم، اما به این دلبستگی دارم، واقعا دلبستگی دارم، اگر از دست من بره دادم بلندش، من زاهد نیستم، من راقبم. نقطه مقابل زاهد راقبه، راقبه در دنیا. اما اگر همه چیز رو دارم ولی در خدمت بندگان خدا میخوام، در خدمت مستضعفان، در خدمت جامعه اسلامی
خدا به من یه هوش مدیریت داریم. ما نباید مدیریت ها رو از بین ببریم. هوش داریم، صدا داریم. از سرمایه های بزرگی که در جامعه ها سرمایه های مدیریته. اشخاصی هستن از صفر الان شروع بکنن باز میتوانن کارهای مهمی انجام بدن. اشخاصی هم هستن همه چیز در اختیارشون بذار بعد از یه سال دو سال نابودش میکنن. این گفتگو نداره. ما نباید استعدادهای خلاق مدیریت رو نابود کنیم، بلکه استعدادهای خلاق مدیریت رو باید هدایت کنیم، رهبری کنیم. حالا من دارای مدیریت و خلاقیت و استعدادی هستم، از صفر شروع کردم، در مسیر حلال گام برداشتم، ثروتی برای من فراهم شدی، در خدمت جامعه دلبستشم نیستم، فردام تمامش از بین برود عشق نمیرد. مرد بزرگی رو من یعنی مسلمی رو سراغ داشتم، کافر معمولی بود. گاه شب می آمد خانه، دور حیات راه می رفت، زار زار مثل یه مادر جوان مرده گریه می کرد. وقتی بهشون گفتی چرا، می گفت امروز چند تا تاب پارچه فروختم، ضرر کردم. های های داره گریه می کنه. اینا اسیران دنیا هست. امیر آن است که همه رو از دستش گرفتن، گرفتن. آخرشی باید گذاشتن و گذشتن. چیزی که آخرش این است، اولش این باشه، مثل حال اول باشه، چه میشه؟ زهد حقیقی هم نشانه هم داره. حدیث رو بخوانم، نشانش از کلام مولا علی علیه السلام بگویم. ظاهرن حدیث در نهج البلاغه از مولا فرمود لیس زهد به اضاعت المال ولا به ترک الحلال. زهد به این نیست که اموالت رو نابود کنی، حلال رو بر خودت حرام کنی، بل لا تکون به ما فی یدک او فقم ما فی ید الله. حقیقت زهد این است، اون چیزی که در دست تو هست ارزشش بیشتر از اون که دست خدا نباش. یعنی وقتی بهت گفتن بیا مبادله کن، اینو انفاق در راه خدا کن، خدا بهتر و بیشتر به تو میدهد، نگو آقا این نقد اون نسکر. اگر این گفتی زاهد نیستی، اما اگر از این صرف نظر کردی به خاطر آن زاهدی. اگر سر دوراهی حلال و حرام آمدی، حرام فراوان چشمت میزند، حلال کم، کم رو بگیر زیاد رو رها کن. این نشانه زاهد بودن، این نشانه این است که به آنچه داری مطمئن تر از آنچه نزد خداست نیستی. و زهادت او فیما لایبقا. امیدوارم خداوند به همه ما توفیق عمل بدهد. و السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام على المهدی و على سر همین جنگر باز مرا دل بر همین جنگر باز مرا دل نمی
Bye.